های زیادی در کشور، در اقصا نقاط کشور از جوانان پرشور و جهادی کار میکنن و زبان مقاومت رو دارن ارائه میدن به بچه های محلشون، به دانشجوها در دانشگاه ها. ولی متاسفانه حمایت کم هست و هنوز نگاه انگلیسی و آمریکایی به زبان حاکمه و نگاهی که میگه ما زبان رو باید با فرهنگش آموزش بدیم. اگر فرهنگ زبان انگلیسی یا آمریکایی یک چیزی هست که با چنگال تو دست راست غذا بخورم یا دست چپ، من فکر نمی‌کنم چیزی هست که ما ایرانی‌ها و مسلمان‌ها بهش اعتقاد داریم. زبانی که الان دارن آموزش میدن به عنوان اینکه یک کسی مبتدی بیگینر هست یا اینترمدیت یا ادوانسد، چیزی نیست جز اینکه به یک نگاه سطحی زبان و ظواهرش نگاه کنن. لایه‌های زبانی رو اگه ما بهش پی ببریم می‌بینیم که بچه‌های خیلی پر استعداد ما و باهوش و خوش فکر ایرانی راضی نمیشن به این زبانی که تحقیر میکنه بچه های ما رو و چیزی به سبک زندگی بهشون آموزش میده که اصلا نه تو سبک زندگی آدم های روشن فکر آمریکا و انگلیس مورد احترامه نه واسه ما. امیدوار هستیم که با نگاه به زبان به عنوان زبان مقاومت و این که در زبان فارسی، زبان عربی، همه زبان‌های دنیا بیشتر و بیشتر بیاموزیم، ولی زبانی باشه که باعث عزت و افتخار ما برای کشورمون و جهان باشه. خیلی متشکرم. طیب الله انفاسکم. خیلی خوب بود. خیلی نگاه روشن و دقیقی بود نسبت به مسئله. همون چیزی است که مورد توجه ما هم هست. آقایون مسئولین آموزش پرورش و دستگاه و زنجیره علم و